اکثر مردم اعتراض میگیرند که چرا در اسلام همه چیز حرام است. اصلا این غلط است، چون جامعه ما به یک حد رسیده که یک چیز حرام است. بدون اسلام شما بیاین به جامعه بریم انگلند، امریکا، مثل کل غرب، در 19 سنچری و 18 سنچری گی بودن حرام بود، یعنی پروهیبیت بود. حتی در 17 سنچری کریسمس اجازه نبود. شما ببینین امروز بعد 1990 که در دلی یک کنفرانس گرفته شد که گی بودن جنتیک است، و فقط چند روز بعد او ساینتیفیک ریسرچ آمد که نه، دروغ است، حقیقت نیست. تا دیروز یک نیوز بود که سوپریم کورت در امریکا یک نفر که آمد گفت که ما دو مرد عروسی میکنیم و به ما کیک جور کرد، دکاندار کیک جور نکرد و در سوپریم کورت او کیس برد که انتخابش است. لیکن چند روز پیش در امریکا قانون پاس شد که هیچ کس نمیتونه که خلاف گی بودن، لسبین بودن، دیگه گپا، LGBTQ+ چندین نام دیگه وجود داره، خلافش باشه بگوی که من خلافش هستم. یعنی دوجا او حلال شد در اسلامیک ترمینولوژیز و یک وقت که حرام بود. امروز جامعه ما یک قدر کثیف شده، به ما همه چیز حرام معلوم میشه. اصلا باید اینطوری نخواد بود. از اسلام اگر شما ببینید، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته که ما براتون همه چیز حلال ساختیم، یعنی همه چیز با شما حلال است، فقط چیزایی که حرام است. اگر ما شما بگیم که حساب کنین چیزایی که حرام است، شاید شما 100 اضافه نکنین. اگر ما تا میون چیزایی که حلال است، شاید تا میلیون شما برین. ای اصلا مشکلات در جامعه ماست، مشکلات در خود ماست که ما کارای میکنیم که حرام است. مثل یک وقت یک زن لوچ بودن بسیار چیز عجیب غریب بود، امروز یک چیزی بسیار نرمال است. مثل یک زن در یک مجلس مردا یک چیز عجیب غریب بود، امروز یک چیز نرمال شده میره، چون جامعه ما طرف بدبختی میره، نه که اسلام سخت شده میره. قانون اسلامی و قانون انسانیت از اولم یک چیز است، لیکن ما طرف خرابی میریم. به می خاطر فکر میکنیم چرا در اسلام همه چیز حرام است، لیکن نه، در اسلام همه چیز حلال است. چیزایی که گفته شده او، چیزایی که ذکر شده که حرام است، او حرام است. و دنیا طرف مثل غرب و میدیا و کل چیزا چیزای فشار میارن که چیزی که حرام است و به انسانیت خوب نیست. به می خاطر اگر شما متوجه شوین خودکشی، به می خاطر دپرشن، انزایتی، تشویش، سردردی، غم، درد زیاد شده در کل دنیا میره. به خاطر چرا ما که چیزایی که حرام است او را تقویه میکنیم و چیزایی که حلال است او را ما زجر میدیم، تکلیف میدیم. بهترین مثالش عروسی کردن است، بهترین مثالش گرلفرند گرفتن است. امروز گرلفرند گرفتن در ضرب دو دقیقه میتونی برو در تیندر، دیگه اکانت ها جور کو، فیسبوک برو، میتونی گرلفرند به خود پیدا کنی. لیکن اگر عروسی کنی یک میلیون شرایط برات میمونن، مهر، پیسه، دیگه چیزا. به خاطر چیزایی که حلال است او سخت شده و چیزایی که حرام است او را آسان شده. این اصلا مشکل جامعه ماست، نه در اسلام.